در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکاح از مازندران. سلام و عرض ادب. آقای دکتر غلامی، علت مهاجرت پرستاران به خارج از ایران را در چه چیزهایی ارزیابی میکنید؟ با یاد و نام خدا عرض سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز. گزارش مبسوط شما به نظرم آنچه را که میبایست در خصوص حرفه پرستاری زیر مجموعه اقتصاد بهداشت و درمان رو جزئیاتش رو گفتن. منتها چیزی که در این گزارش مخفول مونده رو من میپردازم اون این که برای اینکه این قانون تعرفه گذاری اصلاح بشه و اون چه که استاندارد بین الملل رو نمیپذیره لازمش درست بودن اقتصاده. اقتصاد رو هم دلایل فراوانی اونو میتونه به هم بزنه و تا اون دلایل اگر مرتفع نشه اقتصاد همچنان موضوع اصلی این مشکلات خواهد بود که خزانه کشور رو داره از نخبگانش داره خالی میکنه. باید فکر اساسی کرد. این که 2000 نفر در سال پرستار، اونایی که در حدی دوره کارشناسی رو بخواه بگذرونن، تا 2 میلیارد براشون هزینه میشه. این هزینه ها بسیار رایگان در اختیار کشورها تا چندی پیش غربی، حالا اطراف کشور اطراف داره واقع میشه. به نظرم جمهوری اسلامی بایستی فکر اساسی برای سیاست های کلان خودش بکنه، سیاست های کلانی که عمدتاً خارجیه، البته داخلی هم یقیناً در سیاست داخلی گویا کارهایی داره میشه. و از این نظر که همین اینکه دولت ما، دولت آقای پزشکیان الان داره شکل میگیره که ماحصل 50% جامعه است، باید فکری کرد که در سیاست داخلی آنچنان نشاط ایجاد بشه که 50% جامعه هم بیان. دچار این نشیم که 88,000 نفر در خارج از کشور که 2% آرای واجدین شرایط شرکت کنن، باید همه آهاد ملت در پا کار باشن. خلاصه سیاست های خارجی جمهوری اسلامی از اون راحت تنیستایی باید در بیاد. بایی سیوی سیاست های درون خودش به این که از این حالت انزوا در بیاد و دست اونایی که با تحریم دارن اقتصاد خودشون رو میگذرونن، کاسبان تحریم، با دستشون قطع شه و اون سیاست هایی که اصولی که تو کل دنیا داره ازش تبعیت میکنه و اجرا بشه. لازمش هم این هستش که تمام ظرفیت های کشور به کار گرفته بشه. از شما سپاسگزارم. دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکاح از مازندران.